این بستگی به این داره که محافل سیاسی دو حزب چگونه به این فاجعه برخورد بکنن. میدونید خب آقای بایدن این رو شدیداً محکوم کرده، تلفن کرده به آقای ترامپ و هم احساس ابراز همدردی کرده، ولی چند تن از مقامات بالای حزب جمهوری خواه تلاش کردن از این فرصت استفاده بکنن و حزب دموکرات از جمله خود بایدن رو مقصر بدونن یا حزب دموکرات رو مقصر بدونن، به دلیل اینکه فضای ایجاد شده و ترامپ رو به عنوان یک آدم فاشیست معرفی کردن یا بی دیدگاه فاشیستی داره. بنابراین دو راه حل هست یا دو اتفاق ممکنه بیفته، اینکه همبستگی ملی رو اینجا بالا ببرن، اختلافات سیاسی و حزبی رو اینجا دامن نزنند. بنابراین همون روندی که تا به حال وجود داشته ادامه پیدا خواهد کرد و این همبستگی میتونه به کل آمریکا کمک بکنه، همبستگی ملی، یا اینکه بخوان از این فرصت استفاده بکنن. من فکر میکنم در اون صورت باید نگاه کرد کی برنده است در این فرصت طلبی مردم نسبت به اون چه واکنشی نشون خواهند داد. مثلا ریک استاک مال نماینده فلوریدا و یا دادستان شهر باتلر همونجا که رول اتفاق افتاده ریپابلیکن هست، اصلا مستقیما بایدن رو مقصر دونستن. خب ممکنه با واکنش بسیار منفی از طرف دموکرات‌ها نسبت ریپابلیکن‌ها تلقی بشه و احتمالاً برخی از ریپابلیکن‌ها رو هم تحریک بکنه که مثلا بیشتر جلب بشن. من فکر می‌کنم کسانی رو احتمالاً تحریک می‌کنه که همین حالا رأی دهنده به ترامپ هستن، موقعیت اون‌ها رو عوض نخواهد کرد. اون کسانی که در وسط هستن فکر نمی‌کنم از این موضع‌گیری‌ها نظرشون عوض بشه.